مقاله لورد آلتون عضو مجلس اعیان انگلستان در هیل نشریه کنگره آمریکا. ادعای میان روی روحانی یک فریب آشکار است. در قبال نقض حقوق بشر در ایران، جامعه بین المللی باید فوراً دست به اقدام بزند و از تغییر در ایران حمایت کند. رفتار شقاوتبار رژیم ایران با زندانیان سیاسی دو موضوع را روشن می کند. اول اینکه جامعه بین المللی باید بلادرنگ دست به عمل بزند، زیرا بدون فشار بین المللی رژیم شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را بیشتر می کند. دوم اینکه این عمل فقط یکی از موارد جدید در یک داستان طولانی ارعاب، بدرفتاری، ترور، شکنجه و قتل است. جامعه بین المللی موظف است خواهان تغییر در ایران شود. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، در بیانیه خود پیرامون محکوم کردن یورش وحشیانه رژیم به زندان اوین، به تصویب فوری یک قطعنامه لازم الاجرا و مؤثر علیه این رژیم فراخوان داد و از غرب خواست روی ارزش‌های مورد ادعایش بایستد. او گفت سکوت و بیعملی در مقابل این وحشیگری آخوندهای حاکم بر ایران به هر بهانه‌ای پشت کردن به اصول و ارزش‌هایی است که سازمان ملل برای حفظ آن بنا شده و اتحادیه اروپا و آمریکا مدعی دفاع از آن هستند. نقض مکرر حقوق بشر توسط رژیم ایران انعکاس خبری کمی می‌گیرد. این نقض‌ها تحت پوش اعتدال و میانه روی پنهان می شود و سزاوار است که افشا شود. لحن مدیره روحانی با اعمالش تناقض دارد. یک آمار تکان دهنده تعداد اعدام هاست. در سال 2013 در مجموع 700 تن در ایران اعدام شدند که 2/3 آن در دوره روحانی انجام شد. اگر قرار است روحانی نسبت به احمدی نژاد یک پیشرفت تلقی شود، تنها میتوان او را یک پیشرفت در چارچوب کارایی سیاست‌های سرکوب و کشتار رژیم در نظر گرفت. روحانی میتواند در سال 2014 رکورددار پیشرفت باشد، چرا که او تاکنون بر تعداد عظیم 95 اعدام نظارت کرده است. در خارج از مرزهای ایران نیز روحانی رئیس جمهور حکومت آخوندها از همان سیاست‌های صدور تروریسم به سراسر جهان حمایت می‌کند. او همچنان به تقویت رژیم جنایتکار اسد ادامه می‌دهد و از گروه‌های تروریستی در لبنان، غزه و مصر حمایت می‌کند. حتی به این گروه‌ها کمک می‌کند تا در تایلند و سراسر اروپا دست به حمله بزنند. به گفته خانم رجوی، اعدام، سرکوب و تبعیض پایه‌های اصلی حکومت آخوندهاست و این رژیم می‌داند که هر گونه انعطاف پذیری در این زمینه‌ها روند سقوط آن را تسریع می‌کند. فراخوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت 4 اردیبهشت 93. 1. تحقیقات مستقل بین المللی درباره یورش وحشیانه به زندان اوین در 28 فروردین 1393 توسط کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد و دکتر احمد شهید نماینده ویژه درباره ایران. 2. مداوای فوری زندانیان توسط پزشکان و در بیمارستان‌های مورد قبول آنها و خانواده‌هایشان. 3. بازدید منظم و مستمر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از زندان‌های ایران. همچنان که شاه نیز در دوران پایانی حکومتش در سال 1356 به آن تن داد. 4. ارجاع پرونده نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد پس از 60 قطعنامه محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگان‌های ملل متحد. 5. مشروط کردن روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو با رژیم ایران
به توقف اعدام و شکنجه و اجرای قطعنامه های ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران.